خب سلام و مزاحمتتون خوب باشه. چیکار می‌خوام بکنم؟ فکر کنم داریم به هیجان‌انگیزی می‌رسیم، یعنی یه ترانزیشنی داریم می‌کنیم به یه محیط دیگه. ما در مورد راست به اسم این فصل هست کاسمیک داینامیکس. خب اسم فصل هست کاسمیک داینامیکس، یعنی دینامیک کیهانی. و ما در میخواییم در مورد اِوولوشن کیهان حرف بزنیم، در مورد رابطهش با زمان، تحولش در زمان میخواییم حرف بزنیم. و من توی درس‌های قبلی گفتم که ما میرسیم به چیزی به اسم معادلات فریدمن، بخاطر اینکه این بیسش معادلات نسبیت آم اینشتینه، بیسش معادلات نسبیت آم اینشتینه و نکتهش اینه که ولی ما یه ورژن ساده ترش رو میخوام، چون ما دنیامون ساده تر از یک دنیای خیلی میدونید یه جیومتری خاصی برای ما برده. ما فرض همگینی و همسانگردی داریم، برای این جیومتریمون خاصه، متریکمون خاصه، متریکمون متریک رابرتسون باکره، برای ما از نسبیت عام احتیاج به اون رابطه خیلی طولانی و بزرگیش نداریم برای متریکی که همه مؤلفاش آزادن. ما با فرض همگینی همسانگردی احتیاج داریم و معادلات نسبیت عام اینشتینی به ساده میشن، میرسن به یه معادلاتی به اسم معادلات فریدمن. پس ما در مورد معادلات فریدمن صحبت میکنیم. فریدمن ایکویشنز، معادلات فریدمن. این ایشون آقای الکساندر فریدمن روسی بودن و 1922 1922 معادلاتشون نوشتن. یادتون باشه 1916 نسبیت عام داریم ما، 1922 نوشته و اگه تاریخی بدونیم لومتر 5 سال بعد و هابل 7 سال بعد در مورد اون مشاهداتشون حرف زدن. پس نسبت به فریدمن 1922، یعنی فریدمن مسئلهش مسئله تئوری بوده. اینم خیلی جالبه ها، من داشتم کتاب میخوندم احساس کنم بعد نیست اینو بگم. ببینید این داستان دست به دست شدن تئوری و مشاهده است. یه روزی شما مشاهده یه چیز جدیدی میبینه، تئوریسین‌ها باید برن یه کاری بکنن، یه روزی تئوریسین‌ها به صورت یه علاقه ای دارن، یه علاقه تئوری دارن، میگه من میام فرض کنم دنیا چه همگن همسانگرد باشه، ببینم اِوولوشنش چه شکلی میشه. کاری نداره دنیا واقعا همگن همسانگرد هست، دنیا در حال انبساط هست نیست. این آی فریدمن 1922 ما مشاهده انبساط عالم و اینا رو نداشتیم، یعنی لومتر و هابل و اینا هنوز در مورد مشاهدهشون گزارشی ندادن. خب یادتون باشه هر دو طرف بسیار ارزشمندن و این تبادل اطلاعات، تبادل علم، دانش بین این دو طرف مشاهده و تئوری هست که ما رو پیشرفت میده تو علم. خب ما واقعیت شو بخواییم قبل از اینکه برم معادلات فریدمن چون ما نسبت ها منشأ نمیخوایم بگیم دیگه، نه یه روزی امیدوارم یه روزی درس نسبیت عام اینشتین بدم برای کارشناسی و اون موقع اونا رو خواهیم گفت، ولی الان نمیخوایم بگیم. هر کسی دوست داره بره کتابای جدید مطالعه کنه، کتابای مرتبط رو مطالعه کنه. من میخوام عادت فریدمن رو به شما بگم اینه. خب بگم این نسبیت عام اگه بنویسید این متریکو بذارید توش به این معادلات میرسید، ولی چون نمیخوام این کارم بکنم، میخوام یه شهودی به شما بدم که این کار خواهم کرد، یعنی من نسبیت عام رو نمی‌نویسم، فقط میگم نتیجه اینه. ولی بذار قبلش من یه مسئله دیگه حل کنم که ببینید یه شهودی میتونیم داشته باشیم از معادلات فریدمن حتی وقتی نسبیت عام رو خوب نمی‌دونیم، یعنی در موردش مسلط نیست. مثلا میگم که از نیوتن شروع کنیم، نیوتن رو ما خوب می‌شناسیم. خب بریم این مسئله رو حل کنیم. در گرانش نیوتنی، تو گرانش نیوتنی مسئله حل کنیم. یه کره دارن که شعاعش هست RS که با زمان عوض میشه این شعاع، و یک جرم آزمون M گذاشتن روی این کره، یک کره توپره که شعاعش RS و جرم کلش هم هست MS، جرم کلش هم هست MS، S از اسفیه، من جرم کلشه، جرم کلش تغییر نمی کنه، ثابته با زمان و این فقط امکان داره شعاع زیاد بشه یا کم بشه. خب این کره در حال انبساط باشه یا انقباض باشه، یکی از این بود. من میخوام نیرویی که به این جرم وارد میشه رو حساب کنم. باشه؟ خیلی کار ساده‌ایه نه؟ نیروی هست چی؟ منهای جی ام اس ام تقسیم بر آر اس تی به توان. تو هر لحظه ای تو
تو هر لحظه این قانون گرانش نیوتونیه دیگه. بله قانون گرانش نیوتونیه دیگه. جرم به سمت داخل این نیروی، این نیرویه که جرم رو به سمت داخل میکشه. فقط این آرس تی دو گذاشتم بخاطر اینکه بگم تو هر لحظه این درسته دیگه. چون جرم هم وزن نمیشه یادتون باشه این خیلی کار به شعاعه نداره. جرم داخل همیشه ام اس برای خیلی نگران حتی چگالیش هم نیست تو به توضیحش نه قانون گوس و بلج دیگه نه وقتی یه جرم کاملا متقارنه انگار جرم گذاشتین وسط برای این جرم میره اینجا یعنی انگار جرم این وسطه فقط جرم ام اس رو حساب می‌کنه یعنی فانکشن آر نیست چون برنگردش هم نیست نه قانون گوس و بلج. حالا F اوسه با ام آر رو اضافه کنم میشه چی؟ F اوسه با ام آ میشه ام باره ذره آزمونم ایش چی میشه؟ شتابش چی میشه؟ میشه این میشه مشتق به آر اس تی به دی تی دو این میشه برقید همون دی ایکس دی دو ایکس به دی تی دو دیگه نه؟ میشه شتاب من مصابه میشه با این میشه من های جی ام اس ام به آر اس تی به توان دو. خوبه؟ اجازه بدید امشو بزنم از طرف این ام بار آزمونشو این همون این که جرم اینرسی با جرم گرانشی برابره اصل همرسی. خب حالا اگه اجازه بدین این معادله رو طرفینشو در یه مشتق در یه دی آر اس دی فانکشن تیشو نمیذارم به دی تی ضرب کنم طرفینشو میشه چی؟ میشه دی آر اس به دی تی دی دو آر اس به دی تی دو مساوی میشه با من های جی ام اس دی کجا بودم؟ آه یه نزدیک زرد کردونم دی آر اس به دی تی تقسیم برای آر اس اینجا برسم یک تقسیم برای آر اس به توان دو اینا تی دارم و فانکشن تی دارم. خب قبول دارم این سمت رو میتونم بنویسم دو تا دی حالا باید یک کارو بکنم بذار من یک چیزی بنویسم یه انتگرال میخوام بگیرم از این میخوام انتگرال بگیرم قبول دارین میشه این مشتق اینه دیگه نه پس میشه دی این راست این مشتق اینه دیگه یعنی در حقیقت این بوده دی آر اس به دی تی به توان دو که اگه یه دی به دی تی ازش بگیرم میشه چی؟ میشه دو تا این ضرب در این درسته؟ موافق این با این حرفم؟ بزنیم بعدش رو نیستم؟ مصابیه با مشتق این بر چی میشه؟ اینا یه دارم بخش انتگرال برمیم انتگرال این بر چی میشه؟ انتگرال این برم میشه اینا این مشتق است این تو مخرجش خود فان آر تاشه این از دی ایکس به دی تی تقسیم بر ایکس تو میشه ایکس به توان منهای یک نه؟ پس میشه منها و این منها میشه مثبت میشه جی ام اس به آر اس تی اجازه بدیم بذارم یه دو داره که من این دو رو باید تولید کنم اینجا بذارم اینجا دو داره اینجا دو نداره دیگه نه الان از این مشتق بگیرین دی به دی تی بگیرین این دو دیگه ثابته میشه چی مشتق دی به دی تی یک روی ایکس تو مخرج حالا اسمش گذاشتن ایکس خب میشه چی میشه من های دی ایکس به دی تی تقسیم بر ایکس به توان دو این دقیقاً مشتقش اینه مشتق این چی میشه دو برابره پس این یه دوم اینجا بخونه یه دوم اینجا چی مشتق بگیرم دی به دی تی بگیرم یه دو بیاد این دو رو کنسل کنه بشه مشتق بشه خودش ضرب در مشتقش که این بشه به اضافه یه کانستنتی که به خاطر اینکه انتگرال گیری کردم ثابت انتگرال گیری من پس من از معادله F مساوی با ام آ در حضور قانون گرانش نیوتونی برای یه تست پارتیکلی با جرم ام روی یه سطح کره توپوری که جرمش ام اس و شعاعش آر اس تیه تونستم به این رابطه برسم این هم آر اس تیه طبیعتا خب رسیدم به این معادله حالا بذارم اینا رو پاک کنم پس از این فقط یه انتگرال گرفتم انتگرال دی به دی انتگرال دی تی گرفتم از این رسیدم به این پس این هم پاک کنم احتیاجی ندارم این هم ثابت انتگرال گیریم ثابت انتگرال گیری خب
خب حالا ببینید این شبیه چیه؟ این شبیه سرعت به توان دو دیگه V2 نه؟ یعنی جرم ضربکار میشه MV2. خب این یعنی کینتیک ترمه، این یعنی پتانسیال ترمه، من های جی ام به آر، جی ام به آر پتانسیال ترمه، یعنی بیارمش این بر، اگه بیارمش این بر. پس این واقعا انگار شبیه، حالا بهتون یه چاره از این ای آی کوچک اینجوری نوشتم مثل اپسیلون به اضافه ای پتانسیال مساوی میشه با اون یو که ثابت انتگرال گیری، یعنی میشه کانستنت. خب ای کینتیک اینه، این ترمه، ای پتانسیال این ترمه. خب اومدم این بر منهام داره، به خاطر اینکه پتانسیال هم منها داره، نه منهای جی ام به آره. فقط اینا رو ای نوشتم به خاطر اینکه جرمش توش زرد نشه، برای همین اینا بر واحد جرم، یعنی این میشه کینتیک ترم بر واحد جرم، پتانسیال ترم بر واحد جرم. خب به این ثابت. پس این یه مسئله ریزالت دیگه که شما اگه یه جرمی داشته باشین روی پوسته کرویتون، یه جرم داشته باشین، این پوسته کرویتون جرم ثابت داره، شعاعش عوض بشه ولی جرم داخلی ثابت بمونه، این برای این بار جرمی آره، بار آزمونتون، جرم آزمونتون، برای جرم آزمونتون کینتیک ترم به ازای پتانسیال ترم ثابت میشه. خب بر واحد جرم البته. حالا بیا یه ذره با این بازی کنیم تا به یه جور دیگه میخوام اینو بنویسم. بذارید من یه چیز بنویسم. من MS رو گفتم ثابته، درسته؟ MS که ثابت باشه میشه چگالی هست جرم تقسیم بر حجم، من 4 تی سوم روی تی آر اس تی به توان 3. این 4 تی سوم آر اس میشه حجم، حجم ضرب در چگالی شده شده جرم. این ثابت، این ثابت، درسته؟ پس من آر اس رو بر حسب چگالی بلدم. این یه نکته. دو، نه که این کره رو من همسانگر فرض کردم، یعنی من کره رو فرض کردم چون یه جا استفاده کردم، این کره رو همسانگر فرض کردم چون فرضم بوده، فرضم بوده که این کره همسانگرده. خب چون این فرض رو کردم، برای همین من میام یه کار دیگه میکنم. این کار قبلا هم انجام دادیم وقتی همون کیمیاشناسی حرف میزدیم، این کار قبلا انجام دادیم. میام ببینید، من میخوام این شعاع رو اینجوری ریفورمولیت کنم، اینجوری باز بیانش کنم، بنویسم آر تی در یه آر اس، که این آر اس یه شعاع کانستنتیه، آر اس در یه ای تی، هر چیز تابعیت زمانی داره بدم تو دل یه چیزی که اسمشو میذارم اسکیل فاکتور. قبلا هم برای کیهان شناسی این کارو کرده بودیم، یادتونه تو قانون هاور این کارو کردیم، بعد جلوتر انجام دادیم در مورد دنیای منبسط چوندهای. خب میخوام همه اطلاعاتشو بریزم توی یه چیزی، یه فاکتوری به اسم فاکتور مقیاس، یه شعاعی هم متصورم توی زمانی، مثلا تو زمان صفر اینو میذارم یک، شعاع زمان صفرشو میذارم آر اس، بعد میگم نسبت به اون چقدر بزرگ شده چقدر کوچیک شده. خب اینم از حالا این در حقیقت اون چیزی که بهش میگن شعاع همراه، در مورد فواصل همراه که مثلا انبساط عالم رو در نظر نگیرید و اینا، اینم همینه دیگه. اگه یه کسی این تغییرات زمانی رو در نظر نگیره، من خودم یه شعاعی بهش متصورم، یه شعاعی بهش منتسبه دیگه، اون شعاع اسمش باشم آر اس. حالا میخوام اینا رو توی رابطه جایگذاری کنم، توی رابطه جایگذاری کنم، پس اجازه بدید اینو پاک کنم و توی رابطه جایگذاری کنم. خب از اینجا شروع کنم، اینو بزنم تو دل این، میشه یک دوم آر اس به توان 2 ای دات به توان 2، ای دات یعنی دی ای به دی تی، آر اس گذاشتم ای، آر اس گذاشتم خوش نشه، آر اس گذاشتم ای آر اس، آر اس کوچولو که مشاورند اومده بیرون، دی ای تی به دی تی هم گذاشتم ای دات اسمش. خب مساوی اینجا یه ذره کار داره، جی ام اس به آر اس دارم، نه بله آر اس توی مخرج، بذارید بنویسم بر حسب این چگالی دارم بنویسم، بر حسب این چگالی میخوام بنویسم. ام اس رو جایگذاری کردم، ام اس رو بر حسب این چگالی نوشتم، میشه 4 پی سوم اینجا دارم این جی هم بذارم چون اینم کانستنته، بذارم اینجا این جی، این 4 پی سوم رو روی تی، یه دونه آر سه دارم با یه آر تو مخرج، میشه آر به توان 2، آر به توان 2 رو هم از اینجا جایگذاری کنم، میشه
آر اس به توان دو، ای تی به توان دو، به اضافه یو، به اضافه یو که اون کانستنت است. خب پس این هم نمیشه. حالا یه ذره باش بازی کنیم دیگه. نه یه دو تقسیم بر آر اس به توان دو در طرف این ضرب کنم، دو دقیقا این کار رو بکنم و یه تقسیم بر ای دو هم بکنم، باشه همزمان. پس این فاکتوره رو تقسیم میکنم که بشه ای دو، یه دونه ای هم تقسیم میکنم همزمان، خب که بشود، که بشود این رابطه دوستان اینجا بنویسم به دلایلی که این رابطه بشود ای دات به ای به توان دو، ای دات به ای به توان دو به مساوی میشه با این دو تو میشه 8 پی جی سوم، 8 پی جی سوم آر اس با آر اس رفته، ای هم که رفته چون یه ای دو هم مخرج تقسیم کردم، یه روی تی مونده، روی تی به اضافه یه یو میشه دو تا یو در یه آر اس، در یه آر اس به توان دو، در یه ای تی به توان دو. این دوهاش واضحه؟ اگه واضح نیست واضح کنم. به توان دو کار ساده ایه. به این میگیم فریدمن ایکویشن، فریدمن ایکویشن نیوتونیان ورژن، ورژن خب این ورژن نیوتونیه، معادله فریدمن. واقعیش بخواهیم یکی از خوش شما تو من که معادله فریدمن نکنم راست میگیم، واقعیش بخواهیم این یه ذره چیز دیگه، ما معادله فریدمن که هنوز نگفتیم، ولی الان معادله فریدمن که از جی آر بهتون گفتم این شکلی میشه، میبینید که چقدر شبیه اینه، چقدر شبیه اینه. ولی من دارم چیکار میکنم؟ من دارم میخوام بهتون بگم ببینید میشه این معادله که بعد الان بهتون میگم معادله فریدمن یه ذره عوض میشه چیزاش که اونا رو توضیح میدم، باشه؟ ولی میخوام بگم این معادله یه چیز شبیه اینو من به دست آوردم برای این، یه چیز برای این فاکتور مقیاس این کره و اینها و یه تعبیری ازش بلدم. این به من میگه A خب، یعنی این فاکتوری که به من میگه در زمان این شعاع چقدر عوض میشه، خب رابطه داره با چگالیش در زمان و با یه ثابتی بر A2. خب میگه این دینامیک این A و اینجا D A به D T یه معادله دیفرانسیلی نمی‌دونم، یک معادله دیفرانسیلی برای A D A به D T، یعنی تحول A رو به من، تحول اسکیل فاکتور رو به من میده، یعنی این شعاع این چجوری تغییر میکنه و اینا به چی وابستن؟ به یه کانستانتی که U اسمش و یه چگالیش، چگالی اون کرات باشه. این میشه معادله فریدمن ورژن نیوتونیش با این تعبیری که من گفتم. اما اینجا یه سوالی مطرح میشه، اونم اینه که آیا این خوبه که اینو آیا اینو میتونیم استفاده کنیم تو نسبیتی، توی کیهان شناسی؟ آیا این مثال خوبیه که ببریمش تو کیهان شناسی مستقیم؟ بعدش فکر کن واسه میخواید یه ذره چیزی که من گفتم این نیوتن ورژن معادله فریدمن و اینا، ولی واقعیتش میخوام برای ذره دقت کنید تو کیهان شناسی من فرض همگنی و همسانگردی دارم، درسته؟ ولی وقتی شما در مورد کره حرف میزنید خب به وضوح همگنی همسانگردی ندارین دیگه، به خاطر اینکه نقطه‌ای که اینجا از مرکز کره است با بقیه نقاط فرق داره، پس همگنی ندارید، همسانگردی هم ندارید، به خاطر اینکه برای نقطه‌ای که اینجاست مرکز کره یه جهت مرجحه، پس این نقطه همسانگرد نیست. این مثالی که داریم میزنیم فرض همگنی همسانگردی رو نداره. خب چیکار میشه کرد؟ میشه گفت اینو معتبر کنید توی فضای بزرگتری، همه جای چگالی باشه، بعد یه دورش یه جوری خط بکشیم، بعد میگیم یه کره ایه، به خاطر اینکه اونایی که روی اون کره هستن طبق ازیگوس بیرونی ها جرمای بیرونش تاثیر نمیذاره، جرمای درونی واسش مهمه و از این قضیه بس استفاده کنین و سعی کنین رو بهتر کنین، این شهودمون رو نزدیکتر کنیم به دنیای همگن و همسانگرد، چون این به وضوع همگن همسانگرد نیست گفتم، ولی میتونید اوتبر کنید توی جایی با همین چگاهی با همین جر، خب تو همه عالم همه جا جر باشه، بعد یه کره خاصش رو بردارین
که این کره است الان، ولی دورش پر مثلا اینجا من جرم سبز داره، اینجا هم جرم سبز داشته باشه. خب این کارو بکنید، بعد ببینید خب وقتی من روی تست باتری میشینم، این در مورد این داخل این حرف زنم، وقتی گوردین هم گذاشته میشه در مورد داخل حرف زنم، بیرونیاشو نگاه نمیکنم چون قضیه گوس و اینا وجود داره و چون اونجا توان دارم و اینا اونا تاثیر نمیذاره و اینجوری حل کنم مثلا. خب فقط جرم داخلی مهمه، ولی واقعیت چی بخواید با همه این احوالات، فرض اینا، همه این بحثا از یه گوس، همه اینا فرض قضیه گوس اینا، بیسش قانون گرایش یک به آر دو نیوتنی وجود داره توش، نه؟ برای همین اینا، یعنی این قانون گرایش نیوتن که یک به آر دو شما استفاده میکنید تو قضیه گوس، برای بیسش گرایش نیوتنیه. سوالی که آیا گرایش انشتینیو که روشن کنم همین ریزالت رو میده به من یا نه؟ مثلا چون من حواسم باید باشه به کیهان شناسی میگه، چون من کیهان شناسی میخوام همگیری همسایگی هم داشته باشم. واقعیت چشو بخواهی ریزالتی که به شما میده با این متفاوته. ها من یه ذره میتوستم یه ذره بیشتر حرف بزنم، ببخشید میخوام من یه ذره بیشتر حرف بزنم بعد در مورد ریزالت بگم، باشه؟ اگه موافق هستید ببخشید من یه ذره جلو پریدم این تیکر رو، در مورد میتوستم بیشتر توضیح بدم. ببینید چه چیزایی میگه، نگاه کنید. اولی که مشتق زمانی فقط به صورت دی ایداد به توان دو ظاهر شده، مشتق زمانی این یعنی چی؟ یعنی اگه تی رو به منهای تی تبدیل کنید هیچ چیزی عوض نمیشه توی معادله. برای همین اگه فقط من کیس انبساط رو بررسی کنم، خب با یه علامت تغییر دادن کیس، چون تی به منهای تی باز توی معادله صرف میکنه دیگه، کیس انقباض هم بررسی کردم، برای همین ما تمرکز رو میذاریم رو انبساط، ولی واقعش ما رو انقباض هم به راحتی میتونیم حرف بزنیم، فرقی نمیکنه. خب ببینید اینجا اگه یو مثبت باشه، اگه یو مثبت باشه، پس دارم کیس فقط انبساط رو بررسی میکنم، انقباضش هم همینه، بخاطر اینکه تی رو به منهای تی تبدیل خواهد کرد، این معادله عوض نمیشه تا تی به منهای تی، چون دی ای به دی تی بوده که به توان دو زائد شد. پس فقط کیس انبساط. اگه یو مثبت باشه، خب این ترم مثبته، این که چگالیه، این ترم مثبته، این به توان دو، به توان دو، اینم مثبت، این مثبت، یعنی ای دات همیشه مثبت میشه، یعنی این بر مثبته همیشه. برای همین جهانتون در حال انبساط همیشه منبسط میشه، همیشه منبسط میشه، یعنی ایداتتون مثبته و ایدات مثبت یعنی که جهان چه اسکیل فاکتورتون، اسکیل فاکتور همیشه در حال بزرگ شدن، همیشه در حال بزرگ شدن. برای وقتی یو مثبته این جهان همیشه در حال انبساط. اگه یو منفی باشه چی؟ اگه یو منفی باشه و شما جهانتون از در حال انبساط شروع کرده باشه، ببین جهان که در حال انبساط شروع کرده باشه، یعنی من یعنی کرم در مورد کرم میگم، جهان مثلا این کره ای که مثاله رو میگم، جهان نمیگم، این کره، این کره اگه شروع کنه مثبت بزرگ شدن، چگالیش افت میکنه، درسته؟ چگالیش با چی افت میکنه؟ یک به ای سه افت میکنه، چون این چپین باید برم تو مخرج این ثابته، چگالی میشه یک روی آر سه، آر سه همون ایه، پس یک با ای سه افت میکنه، چگالی داره افت میکنه با یک به ای سه، نه؟ این ترم داره کوچیک میشه، این ترم هم داره کوچیک میشه، چون با ای دو، چون جهان در حال انبساطه، ای داره بزرگ میشه، این هم ترم کوچیک میشه، ولی با ای دو افت میکنی با ای سه. برای یه جایی هست که این شروع میکنه به این مساوی میشه با این اینو میگیره، یعنی مساوی میشه، سمت راست صفر میشه. اگه سمت راست صفر بشه یعنی ای دو صفر میشه، یعنی جهانی که داشته منبسط میشده یه جا وای میسته، برای کسی یو منفی این درستا یه جا وای میسته، یه شعاع، یه ای ماکسیمومی وجود داره که این وای میسته. بزن یه ماکسیمومشو دست بگیر، این ماکسیموشو به دست بیارم. خب چیکار کنم؟ من میخوام این برای صفر کنم ببینم چه چیزی میشه. میشه 8 پی جی روی 3 رو از اینجا جایگذاری کنید اگه موافقی، میشه ام اس تقسیم برای 4 پی سوم از اینجا گذاشتم، یه آر اس تو مخرج داره، یه آر اس به توان 3 میاد تو مخرج، گیدم رو رو حساب کنم، آر اس به توان 3 میاد تو مخرج، یعنی این به توان 3 میاد تو مخرج، میشه آر اس به توان 3 ای تی به توان 3 این میاد تو مخرج، به اضافه اینو نوشتم این روی تیه، به اضافه 2 یو، به اضافه 2 یو آر اس به توان 2 ای تی به توان 2. آن ببخشید فقط نکته میگه من میخوام برای صفر بذارم، شما اسکیل فاکتور ماکسیموم حساب کنم دیگه، پس وقتی میذارم مساوی با صفر، این تی اون یه تی خاصیه، تی که توش ماکسیموم شده، پس اینجا میذارم ماکسیموم، اینجا رو من میذارم ماکسیموم، چون این معادله فقط برای این حالتی که ماکسیموم رو برقرار دیگه میخوام این ماکسیموم به دست بیارم. خب این سه با این سه میره،
این 8 پی با این میشه 2. درسته؟ دقیقاً. و از اینجا نتیجه میگیریم یه ای 3 ضرب کنید در طرف این با یه آر اس ای 3 ضرب کنید که اینا بیان تو صورت و نتیجه بگیریم که ای ماکسیموم بذار یه زنگ برتر بنویسم که تو این ویدیو اینا اون گوشه تصویر چیز نشه. ای ماکسیموم از این مورد اگه حساب کنید در میاد منهای توی میلیون میشه منهای جی ام اس تقسیم بر یو آر اس. یادتون باشه یو منفیه چون دارم در کیس منفی حرف میزنم. اگه کیس مثبت باشه ای ماکسیموم وجود نداره چون یو اگه مثبت اگه دقیقاً اگه یو مثبت باشه اینا همه مثبت میشه منفی. ای ماکسیموم میشه عدد منفی که چیز نیست معتبر نیست جواب معتبر نیست. برای کیس یو منفی این منفیه برای همین این منفی در منفی مثبت یه ای ماکسیموم وجود داره. یعنی چه اتفاقی داره میفته پس؟ یعنی داستانی که این کرهتون داره بزرگ میشه نه داره بزرگ میشه این کرهتون یه جایی وایس بعدش چی میشه؟ بعدش این ای دات رو میبینیم یه دی ای به دی تی از این بگیرید یه دی ای به دی تی از این بگیرید خب که ای دبل دات رو پیدا کنید. اگه این کارو بکنید من اینو انجام دادم یه مشتق دی ای به دی تی میگم میشه دو ای دات به ای دبل دات خب مساوی میشه با منهای دو جی ام اس به آر اس خب ای دات دی ای به دی تی ای تی به توان دو خب باشه این ای اعتبار ای تی از این ور میره. خب حالا ای دبل دات رو برای اون ای ماکسیموم حساب کنید. اصلا یه جور دیگه اصلا نمیخواد حساب کنید ای دبل دات رو نگاه کنید میشه منهای جی مثبت ام اس مثبت آر اس مثبت ای به توان دو مثبت ای دبل دات منفیه. نه ای دبل دات اگه منفی باشه یعنی چی؟ یعنی شما دنیا اومده اینجا سرعت صفر شده شتابش منفیه منقبض میشه. نه؟ پس برای این دنیا که یو منفی باشه برای این کره وقتی یو منفیه شما در حال انبساطی میرسید به ای ماکسیموم و برمیگردید دنیا در حال انبساط بعد منقبض میشه. اینم از این یه حد دیگه هم وجود داره اگه یو صفر باشه اگه یو صفر باشه این بر همیشه مثبته. فرقش چیه با اون حالته که یو مثبت بود و این مثبت میشد؟ فرقشون واقعا چون فرقشون دقیقاً شبیه وقتی که یه توپی رو پرت می‌کنین از زمین بالاتر. وقتی شما این توپ رو پرت می‌کنین فاصله با زمین زیاد میشه، کم میشه. زیاد میشه، کم میشه، نه؟ میره بالا برمیگرده سر جاش. برای این میشه این کیسی که یو منفیه. خب اگه این از سرعت حد بیشتر پرت کنین خیلی سریع میره بالا، پیش موقعاً بر نمیگرده، از سرعت حد میزنه بالا. نه؟ اگه ما سرعت حد بفرستید یعنی یو صفر میشه فهمید چیه دیگه چون واقعیت رو اگه برگردیم به قبل اینا این از ترم کینتیک اومد این از ترم پتانسیال وقتی یو صفره و شما این دوتا این تساوی برقرار کنید تو همه جا یعنی سرعت حد داشتید دیگه. این کیس یو مثبت یو منفی یو صفر دقیقاً مثل پرتاب یه دونه توپ از گرانش زمین نسبتش با نسبت سرعت فرار سرعت حد سرعت فرار سرعت فرار ببخشید گفتم سرعت حد سرعت فرار سرعت فرارش از زمین چقدر. حالا اگه اجازه بدین نگاهی بکنید اینجا من باید میسم که این یه ذره تصویر اگه شفاف نیست شفاف بشه میخوام اینا رو پاک کنم و ورژن نسبیتی مدل فیلدمن رو بنویسم فقط ورژن نیوتونی من نگه میدارم اینجا. خب این ورژن نیوتونی من ورژن نسبیتی رو بخوام بنویسم دیگه این مسئله نیست از نسبیت عام اومده این و من استفاش نمیگم به شما فقط میگم که اگه از نسبیت عام شروع کنین فرض همگینی و همسانگردی متریک رابرتسون واکر میتونید نشون بدید که رابطه میشه ای دات به ای به توان دو در این هم مثل سمت چپ این مساوی میشه با 8 پی جی روی 3 سی به توان دو اپسیلون که ای تی بهش میگیم انرژی دنسیتی چگاهی انرژی منهای کاپا یادتونه اونی بود که مثبت یک منفی یک صفر بود که به چرا میگفت پوزیتیو یا نگتیو یا صفر یا فلته آر صفر به توان دو آر صفر یادتونه
شعاع خمیدگی، شعاع انحناء یک تقسیم برای n تی به توان دو. این ریلیتیویستیک، این همونی که بهش میگم معادله فریدمن واقعا شد، این بالا هست دیگه اسمش، این همونی که بهش میگم معادله فریدمن، از نسبیت عام میاد، خیلی شبیه هم، خیلی شبیه هم. خب حالا با همه شباهتاشون تفاوت دارن دیگه، حتما معلومه تفاوت چیه، تفاوت ها یکیش مشخص، یکی که اینجا این سیه، این اپسیلونه، این ایه، در حقیقت این روه. این رو چی بود؟ رو واسه یک کره بود چگالی جرمیش، mass density، نه جرم تقسیم برای حجم، این چگالی جرمی بود، این انرژیه، ای واسه با ام سی دو، نه بودا میگه یه سی باید اینجا باشه، دقیقا درست فهمیدید. این کانستانتی که ما تو محاسبات به خاطر انتگرال گیری اومد، اینجا به خاطر انتگرال گیری نمیاد، این به خاطر کروچر میاد، کروچر اسپیشیال فضایی. آیا فضا اسپیشیالی پوزیتیولی کرده، نگتیولی کرده یا فلات؟ خب این از اینجا اومده، ولی شبیه. ببین من یه ذره پیش پیش بگم، اصلا ایده اینشتین بود، اینشتین میگه آقا حرفش این بود دیگه، یادتون در اون اصل همارزی نورم مثل اینکه گرانش رو میبینه اینا صحبت کردیم تو اون آسانسورا، نورم گرانش، اصلا حرف اینشتین بود، اینشتین میگه فقط جرم نیست که گرانش رو عوض میکنند، جرم و انرژی گرانش رو عوض میکنند، این باید باشه انرژی، نه باید باشه جرم فقط. ببینید ما بررسی کنیم داریم در مورد چی حرف میزنیم. ببینیم شما از نسبیت میدونید که انرژی رو میتونید بنویسید m2 c4 به اضافه t2 c2 به توان یک کنید، درسته؟ خب فقط من یک توضیح بدم، این مومنتوم، مومنتوم کیه تو این سناریوی داریم الان رفتیم تو کیهان همگیر و همسانگیر دیگه، اون بحث کره نیستا، این در مورد کیهان همگیر و همسانگیر، این مومنتوم کی میده؟ این مومنتوم کیه؟ این مومنتوم، مومنتوم برای اینجا بعد یه ذره توجه کنید بشه. ببینید من یه کوردینیت اینجا میذارم، خب مثلا یه جایی میذارم دونه در حال مثال، این دوست من این جرم داره از من دور میشه، از این کوردینیت باشه، اینجا داره از این مرکز دور میشه به خاطر این مثال، چون دونه در حال مثال باشه. این مومنتوم خب بالاخره این یه حالا ولی نکتهش اگه شما یه بادکنک داشته باشید، هم بادکنکی که من همیشه دارم، میخوان یه بار دیگه بیارم خوشحال شین، اگه فکر می‌کنید بادکنک شما رو خوشحال می‌کنه چرا که نه، این بادکنک خب وقتی داره بزرگ میشه، این فاصله از این دو تا اصلا فاصله میگیرن و اگه خوب نگاه کنیم سرعت دارن نسبت به هم، سرعت دارن نسبت به همین دو تا نقطه نقطه، نه بزنین ببینیم مثلا دو تا نقطه رو تصور کنید، این دو تا نقطه رو یا کنید نسبت به هم سرعت دارن، اگه فاصلهشون کم کنم نسبت به هم دارن سرعت دارن، دارن کوچیک میشن نه و بزرگ میشن. اما یه داستان دیگه هم هست تو همین، امکان داره این نقطه، یعنی یه سرعت اینا نسبت به هم دارن به خاطر انبساط همه کیهانه، اما یه سرعتی دارن به خاطر این امکان داره اونجا شکر خوش حرکت کردن، بس خوش حرکتی داره، یعنی من در حالی که این داره منبسط میشه و این دوتا دارن اصلا دور میشن، این خودش بس خودش حرکت داره، میخواد به اون ور بدور، میخواد به این ور بدور، میخواد بره بالا، میخواد بیاد پایین، یعنی یه سرعت دیگه وجود داره که علاوه بر سرعت منبسط شدن عالمه نسبت به اون یه گالاکسی دیگه، نسبت به یه نقطه دیگه، درسته؟ خب همه حرف اینه که این ما به اون سرعته که سرعتی که اون سرعت چون پس نسبت به من این داره دور میشه به خاطر انبساط عالم از من دور میشه، یه سرعت داره نسبت به خاطر انبساط عالم، اونو بذارید کنار اگه سرعت دیگه ای داشت ما بهش میگیم پکیولار ولاسیتی، سرعت خاصه داره. خب پس من یه چیزی دارم مثل وی پکیولار، درست نوشتم سرعت خاصه رو؟ بله درست، سرعت خاصه بهش میگیم، سرعت خاصه. خب سرعت خاصه یعنی به خاطر انبساط عالم نیست، اگه انبساط عالم هم نبود با هم از هم دور میشدن، نزدیک میشدن، یه سرعت نسبت به هم داشتن، این اون سرعت است. اگه این سرعت رو این مومنتوم رو کی میسنجه؟ به خاطر سرعت خاصش وجود داره نه به خاطر انبساط عالم، این مومنتومش
یعنی در حقیقت یه جور دیگه میتونم بگم مومنتوم رو چجوری برای این ذره ببینید. در حقیقت این کار رو باید بکنید، شما میرید روی این ذره در یه لحظه‌ای که میخواین در مورد مومنتوم حرف بزنید میشینید، بعد به خودتون میگید من نسبت به بقیه جا سرعت خودم همون سرعت انبساط عالم است. حالا من یعنی پس من میشم ناظری که اینجا مثلا فرض کنید جای اینجا یه جایی وایساده، من ماشین داره حرکت میکنه، سرعت انبساط این انبساط عالم ماشین، خب من ماشینم، من میرم تو ماشین میشینم که سرعتم بشه سرعت انبساط عالم، در حقیقت بعد میبینم تو ماشین توپ چجوری حرکت میکنه نسبت به خود ماشین نگاه میکنم، اون رو بهش میگم مومنتوم پکولا، مومنتوم خاصه. این باید بیاد توی انرژی بشینه. من کاری به خاطر سرعت انبساط عالمش در نظر اون تیکر در نظر نمیگیرم، اون چیزی که افزون بر سرعتش به خاطر انبساط عالم است بهش میگم مومنتوم پکولا. داریم ضبط میکنیم، من دارم گرون در گرفت. آره خب حالا میشه یه ذره نمانه اینا یه ذره حرف زد دیگه. نه اگه بس پکولاریستی یادتون باشه چیه، بعدن خواهید دید که تو کیمیاشناسی هم کاربرد داره، این مهم میشه. اگه یه ذره جرمدار باشه و غیر نسبیتی باشه، یعنی جرمش غیر صفر باشه و غیر نسبیتی باشه، یعنی چی؟ یعنی وی سی اومش خیلی خیلی کوچیک‌تر از یک باشه. ببینیم انرژی رو بنویسیم. انرژی نان رلاتیویستیک یعنی غیر نسبیتی. یه ام دو سی دو فاکتور بگیرم میشه ام دو سی دو در یک منهای یکی به اضافه پی دو تقسیم بر ام دو سی دو، ام دو سی دو به توان یک. یادتون باشه چون غیر نسبیتیه نه مومنتوم میشه ام ضرب در وی، درسته؟ پس اجازه بدید من این ام ضرب در وی رو اینجا جایگذاری کنم، میشه ام دو وی دو، میشه ام دو وی دو، ام دو هاش که با هم میره جرم سکون ها با هم میرن، ام دو وی دو ها میرن، پس اینجا میمونه یک به اضافه وی دو روی سی دو. اگه اینو بس بدین و بنویسین این میشه تقریبا میشه همون ام سی دو ای که داریم، چون بسته اینو باید بنویسین دیگه، به اضافه یک دوم ام وی دو. اینو بس بدین دیگه، بس مرتبه یکی شو بدین، سی دو با سی دو میره یک دوم داره، یک دوم ام وی دو. معذرت میخوام این از این دو اومده بیرون، یه توان یک دوم هم داره، یه توان یک، درسته که ام سی دو ظاهر شده، اونم یه دونه ام ظاهر شده. خب خیلی آیا این برامون آشناست؟ بله، این همون دیگه مصابه با ام سی دو معروفه که جرم سکون اگه داشته باشین انگار معادله نسبت خاصه، معادله اینه که ام سی دو انرژی داره، این هم که کینتیک انرژی شه برای ذره نان رلاتیویستیک. پس من اگه ذراتی داشته باشم تو عالم، خب سهمی که به من میدن توی این ای که این ای در حقیقت انرژیه و من اینجا انرژی دنسیتی دارم، یعنی این همین اینه، اگه سهمی که ذرات نانرلاتیویستیک به من میدن واقعا سهم جرمشونه که به صورت انرژی بیان شده سی دو، نگاه کنید ام سی دو اگه بزنم اینجا با سی دو میره میشه ام همین روه در حقیقت، نه چون دنسیتیه باید تقسیم بر حجم میکنم، این ایه، من یه تقسیم بر حجم میکنم میشه رو ضرب در سی دو، نه این ترم در حقیقت همین ترمه. پس برای نان رلاتیویستیکا دارم اپسیلون میشه همون رو سی دو برای نان رلاتیویستیکا، چون اپسیلون که تو باشه این ایه اینجوری، ایه کرلی، ایه خوشگل، نمیدونم چی باید داشته کنم، ایه خوشخط، خوشخط ای، خوشگل ای، هرچی اسمشو دوست داریم بذاریم، این در حقیقت دنسیتیه، برای این باید تقسیم بر حجم بشه، برای این جرم تقسیم بر حجم میشه رو میشه چگاری جرمی ها چقدره؟ برای اینجا خیلی مهمه که من اینو بنویسم. بنویسم mass density. mass density چگالی جرمی. خب یادتون باشه. اما این انرژیه. این چگالی انرژیه. اما چون در برای نانرلاتیویستیکا مشکلی نیست. این میشه این. اینم همینه. mass density با انرژی density یکی هم. واسه نانرلاتیویستیکا. اما همه حرف اینجا نیست. همه حرف میگه فوتون اینا چی؟ فوتون و اینا که رلاتیویستیکن، خب رلاتیویستیکا
این برای این اینجا بتونم پاک کنم. من برای رلتیویستیکا چی؟ برای رلتیویستیکا شما این داستان دارین، این یه نان رلتیویستیک، ولی شما برای فوتونینا که بی جرمن یه رلتیویستیک دارین، نه؟ که اونا میشن پی ضرب در سی، چون جرم سکون ندارن، همین رابطه که اینجا بود ام سکونش رو میزنن کنار، یعنی همون اچ ضرب در اف. نکته حرف اینشتین چی بود؟ حرف اینشتین بود آقا اینجا انرژی میشینه، برای من باید سهم اینا رو حساب کنم، باید سهم ببین شما تو نان رلتیویستیکا میگید ببین انرژیش همون جرم سکونش باید اصلاح بشه، همون جرم سکونش درست میگید، برای اینجا انرژی دنسیتی نداشتیم باید چیم مس دنسیتی، اما برای رلتیویستیکا جرم وجود ندارستن، برای مس دنسیتیش صفره به معنی جرم سکون، چیزی که وجود داره انرژیه. حرف اینشتین این بود که که انرژی و جرم هر دو جیومتری ما عوض می‌کنه، یادتون باشه این اسکیل فاکتور تو متریک ظاهر می‌شد، یعنی جیومتری من هم نشون میداد، میگه این انرژی دنسیتی اینجا مغز باز می‌کنه و انرژی دنسیتی یعنی رلتیویستیکا رو حساب کن، چون رلتیویستیکا درسته که ماس دنسیتی نداره اما انرژی دنسیتی داره. پس این یه فرق اساسی بین ورژن نیوتونی، تصور نیوتونی که ما یه جوری ساختیم با اون کره و نسبیت عامی مدل فریدمن. خب این یک. پس فوتون‌ها تو سهم میدن. نه؟ فوتون‌ها سهم میدن. یعنی چی؟ یعنی خمیدگی رو عوض میکنن. یادتون باشه گفتیم گرانش هم مسیر فوتون‌ها رو عوض میکنه. اون دست به دست شدنه که گفتیم در مورد فوتون‌ها هم درسته، فقط دست جرم نیست. خب این است. این تفاوت اول. بین رو و اپسیلون. یا ای خوشگل. خیلی از مقالات اینا من خودم واسش خوبه یه ذره گیج بشم، چون ما عادت داریم به این بگیم رو، اصلا به انرژی دنسیتی بگیم رو، بر همین بعضی کتابا رو که میخونه انرژی دنسیتی بهش میگه رو. یادتون باشه تو این کتاب رو رو میگه ماس دنسیتی، اینو میگه انرژی دنسیتی. یادتون باشه اینو. تو خیلی از کتابا به همین میگه رو، بر همین حواستون باشه نوتاسیون کتابه چیه که گیج نشید، ولی میدونید دیده چیه. تفاوت دوم اینه، تفاوت دوم اینه، توی مدل فریدمن که از مدل اینشتین میاد اتوماتیک این ترم ظاهر میشه، این ثابت انتقال گیری نیست، این ظاهر میشه و به کروچه ربط داره، به کروچه اسپیشیا، به این کاپا ربط داره. خب و طبیعتا میتونید یه چیزی هم ببینید دیگه، اگه یو مثبت باشه یعنی کاپا منفیه، چون اونجا منهان داره، و برعکس یو منفی باشه یعنی کاپا مثبته، یو صفر باشه یعنی کاپا صفر. واقعیتش رو بخواین از این درسته که این روابط این کاپا اینجا ظاهر شده، این آر صفر اینجا ظاهر شده، اینا یه قیافه‌شو نمی‌تونستیم حدس بزنیم، ولی ما روح نسبیت ها به ما اینو گفته بود، گفته ببینید متر عالم به جیومتری عالم بستگی داره، یعنی با هم رابطه داره، رابطه داره نه بستگی داره، متر عالم انرژی و یعنی ماده عالم انرژیش و جرمش و همه خواص ماده ایش با جیومتری عالم در رابطه است. جیومتری عالم رو کی میده تو این سناریویی که ما داریم همین همسان گرد؟ اسکیل فاکتور، کاپا و آر صفر. برای من انتظار داشتم یه رابطه پیدا کنم که توش متر عالم و این ستا وجود داشته باشن. این انتظار داشتم. حالا نکته اینه که آیا یه دونه انتظار داشتی؟ دو تا انتظار داشتی؟ سه تا؟ همینجا یه چیزی بگم پیشبینی آینده. میتونی بگی که ببین یه دونه نامشخص داری، دو تا نامشخص داری، یه معادله است. من یه مدل دیگه احتیاج دارم که بشه دو مدل دو مجهول، فرض کنیم کاپا رو بلدی، یعنی فانکشن هایی که آشنا نیستن واسه همون یه ایتیه، یه اپسیلونتیه، یه ایتیه، این خوشگلتیه، نه؟ بر همین دوتا من میخوام رابطه، یه دونه شو من به شما دارم نشون میدم، این هم تحیز نیتون باشه، این پرانتز، بذاریدش کنار، بهش میرسیم. خب، نکته بعدی که میخوام در موردش حرف بزنم و این بحث رو تموم کنم اینه که ما راستش رو بخواییم، خب این مدل فریدمن، من این مدل فریدمن نیوتونی رو برمیدارم، من این مدل فریدمن نیوتونی رو نمیخوام، خب حالا باید یه سوال دیگه یه زنش چایی بخوانم خسته شدم چقدر زمانش چقدر چایی خب
خب 44 دقیقه دور تونت که گوش کنین میشه یه رو. من حالا میخوام یه کار دیگه بکنم. من میخوام یه ببینید. خب این معادله خیلی هم قشنگه، کیهان منم توصیف میخواد بکنم. اوکی. اما من یه سوالی پیش میاد. من باید با مشاهده پذیرایی که تو آسمون دارم اینو بتونم توضیح بدم. آخه من بعد یه چیزی که مشاهده میکنم رو ربط بدم به این دیگه، نه؟ یعنی شما یه رابطه می‌نویسین. خب بعد سوالی که خب چی مشاهده میکنم؟ من میگم این قراره کیهان در حال انبساط من رو تو اسکیل بالای 100 مگاپارسک توضیح بده. ولی خب من چجوری به مشاهده پذیرا وصلش کنم؟ به اون چیزی که تو آسمون مشاهده میکنم. مثلا هابل چی مشاهده کرد؟ هابل H0 رو مشاهده کرد، نه؟ اومد گفتش که یه پارامتری تعریف کرد، گفت من نگاه میکنم به این گلکسی که دیستنسشون با من دارن، رابطه دارن با سرعتشون، ضریب رابطهشون رو گذاشتم به اسمش H0. یادتونه؟ یعنی مثلا گفتم DT میشه مثلا HT در DT. هابل البته تو زمان صفر انجام داده بود، برای اینا تی ها بودن تی صفر. ولی میگفتیم این رابطه هابل وجود داره، قانون هابل. خب برای همین من میخوام ببینم آیا میتونم مثلا اکسپت اینو به اکسپت مربوط کنم یا به هر چیزی میتونم این کارو بکنم یا نه. خب چرا؟ حالا یه چیزی بگم، چون اگه یه چیزی تو ذهنتون باشه، این رابطه هابل در لحظه الان در تی مساوی با تی صفر که الان یعنی ناو، آخه من میتونم الان، ولی الان من خیلی شبیه المانه، برای این حالا در الان در حال حاضر میشه چی؟ این اکسپ رو حساب کرده اون هابل دیگه، نه؟ حساب کرده اون، ما در مورد شرف داریم که یعنی نوتاسیون صفر میذارم اینجا، یعنی H در T صفر که میشه A dot به A در T مساوی با T صفر. هابل حساب کرده بود، یعنی هابل که حساب نکرده بود، هابل عددش خیلی متفاوت بود ولی 500 بود تقریبا، ولی ما میدونیم که هست کیلومتر بعد اینورس ثانیه بعد اینورس بعد مگاپاسکل بعد ثانیه بعد مگاپاسکل 68 اضافه منهای دو. خب یادتون باشه اینو گفتیم اینو ما استفاده میکنیم از مشاهدات اومد و اینه این عربی که ما فعلا استفاده میکنیم. خب برای از این رابطه هابلی اینو داشتیم، اما نگاه کنیم هابل چی بودی؟ پارامتر هابل چیه؟ پارامتر هابل همون A dot به A دیگه، همون A dot به A. پس من میتونم از این، خب از این رابطه بنویسم H T به توان 2 میشه 8 PG، هم رو باید بنویسم کپی کنم فقط، 8 PG به 3 C2 اپسیلون E خوشگل T منهای اینم خب فاقه بنویسم باشه بنویسم کاپا C2 تقسیم بر R0 2 A T به توان 2. این هیچی نیست غیر از اینکه به جای A dot به A گذاشتن H، هم تعریفش. خب حالا اگه هابل رو اندازه گرفتیم، بلدیم این مشاهده رو انجام بدیم تو آسمون، خب یعنی اگه به طول لحظه تی مساوی با تی صفر بنویسیم، در تی مساوی با تی صفر بنویسیم میشه چی؟ میشه H صفر به توان 2 مساوی میشه با 8 پی جی، هر چی زمان دارین رو بعد بکنین الان دیگه، 3 سی 2 ای خوشگل در حال حاضر که با اندیس صفر نشون میدم منهای کاپا سی 2 به آر صفر به توان 2. یادتون باشه این آر صفر از اول اندیس صفر گذاشتم، وقتی متری فریدمن رابرتسون واکر می نوشتم گفتم اون آر صفر الان دارم، پس خودش اتوماتیک از قبل در حال حاضر حساب شده بوده شعاع انحناء. خب کمچر رادیوس این ای تی هم بزنم ای صفر، ولی یادتون باشه ای در لحظه صفر رو تعریف کرده بودم یک، برای اینجا یک اومده، این یادتون باشه. برای همین حرف چیه؟ حرف اینه که ببین اگه ای صفر رو داری، خب میتونی در مورد مطلب آدم حرف بزنی، پس اون کاپان هم به یه دلیل، حالا اینا بعد اندازه گیر بشه، اگه کاپان هم داریم اینا داریم، در مورد اینکه انرژی دنسیتی حال حاضر عالم چقدره میتونی حرف بزنید، در مورد این میتونی حرف بزنید اگه اینو به اندازه گرفتی. این مشاهده پذیره، اگه بتونید اینا مشاهده کنین با اون مثلث بسازید، نمیدونم یه کاری بکنید، نه اگه بتونید اینا مشاهده کنین اینو میشه حساب کنید، اگه این مشاهده پذیر باشه میتونید برید عالم برید چیزتون چک کنید، نظریتون چک کنید ببینید خوبه یا نه. حالا به اجازه بدین یه تیکه دیگه بگم، یه ذره من تیکه تونتون میگم که اون چیز نشه خب زیاد، ولی شما اینا رو صبر کنین، تعامل کنین، تعامل کنین، استاپ بزنین، پاوز بزنین، برید دوری بزنین، یه ذره اینا رو خودتون محاسبه کنین حتما لطفاً باشه. مرسی. بزنین یه چیز دیگه، حتی یه ذره هیجان زده میشه میخوام تونتون بگم، اینم یه هست. حالا بیاین برای کیهان تخت، خب برای کیهانی که کاپا مساوی با صفر باشه، برای فلت یونیورس، برای فلت یونیورس، خب برای کیهان تخت اجازه بدید من
این رابطه رو یه بار بنویسم و اگه اجازه میدین به من اون رابطه هست دیگه برای کیهان تخت میشه H2T میشه 8PG 3C2 ای خوشگله تی نه چون کاپا رو ندارم اون کاپای اونجا رو ندارم صفر دیگه نه حالا به من اجازه بدیم اینو برعکس کنم بیام تعریف کنم الان بهتون میگم چی رو دارم تعریف کنم اسم رو میذارم کریتیکال انرژی دنسیتی چگالی انرژی بحرانی چگالی انرژی کریتیکال تعریف که کنم پس اینا رو برعکس کردم برای همین میشه میاد تو صورت میشه 3C2 تقسیم بر 8PG H2T این هیچ کاری نکرد فقط برعکس کردم امکان داره بگیم یعنی چی چرا تعریف کردی چرا یعنی سی گذاشت کنم رابطه که بلد بودم آره یه لحظه تأمل کنم اینو تعریف میکنم این خب چون آخه بعد برای چی برای اینکه ببینید شما اچ رو من میدید من از رو اچ رو میذارم اینجا تو هر لحظه زد 332 توانو میکنم زد 332 تقسیم به 8 پیجی میکنم یک عدد به دست میاد در هر لحظه آیا اون انرژی دنسیتی عالم است خیر چون اگه اینو به من بدید زد در این کنم این نیست این ترم هم وجود داره این انرژی دنسیتی عالم نیست اگه این کارو بکنید اما یه بهش میگیم انرژی دنسیتی بحرانی چرا اگر چون اگه انرژی دنسیتی شما انرژی دنسیتی که به دست میارید خب از انرژی دنسیتی بحرانی بزرگتر این بحرانی یعنی مقایسه میکنیم کریتیکاله نه با این مقایسه میشه اگه انرژی دنسیتی تو از انرژی دنسیتی بحرانی بزرگتر باشه انتظارتون چیه؟ این خمیدگی مثبت باشه، کاپا مثبت باشه. درسته؟ چون اچ رو به من دادید، من اچ رو گذاشتم اینو به دست آوردم دیگه. اگه این بزرگتر باشه، این بزرگتر میشه. ولی من میخوام همون عدد بشه، برای بعد یه عدد مثبت ازش کم بشه. برای کاپا مثبت. پس اگر انرژیتون از انرژی دنسیتی بحرانیتون بزرگتر باشه، دنیاتون پوزیتیولی کرو اگه انرژی دنسیتی رو از انرژی دنسیتی بحرانی کوچکتر باشه دنیاتون نگتیولی کرفته اگه انرژی دنسیتی تون با انرژی بحرانی مساوی باشه دنیاتون فلت پس این انرژی دنسیتی که این کریتیکال انرژی دنسیتی برای این بود تعریف میشه چون انرژی دنسیتی یه انرژی دنسیتی بحرانیه شما انرژی دنسیتی رو حساب میکنیم بیان با انرژی دنسیتی کریتیکال چک میکنیم بالاتر بود دنیا پوزیتیولی کرفته پایین تر بود نگتیولی کرفته مساوی بود فلت این نکته دیگه هم اینجا داره چون این توان دو داره اگه شما اینو با دقت 3% بدونید در حقیقت اینجا تون توان دوه میشه دو برابر میاد نه یادتونه اینو با دقت 6% بدونید با دقت 1% بدونید اینو با دقت 2% بدونید میخواد این توان فرنگزی من اگه معادلات رو نمیخوام اینجا رو پاک کنم اگه اجازه بدیم اینجا رو پاک کنم این دو سه تا عدد ننیسم انرژی دنسیتی بحرانی در حال حاضر صفرش هم گذاشتم کریتیکال انرژی دنسیتی در حال حاضر که میشه 3C2 اونا تعریفش اینجا هست به 8PG فقط در حال حاضر پس میشه صفر به توان دو خب اینو ببینید من دیگه آخرش رو می‌نویسم میشه یه عددی میشه بزنید می‌نویسم 4870 به اضافه مومان رایدیس و نوت یادتون باشه ای صفر رو گذاشتم 68 به اضافه منای دو MEV و متر مکعب خب اما ما دوست داریم یه راه دیگه به جای انرژی دنسیتی از ماس دنسیتی معادلش استفاده کنیم از قانون ای مساوی با MC2 خب از قانون ای مساوی با MC2 من دوست دارم یه معادله اینم تعریف کنم روی کریتیکال صفر ماس دنسیتیه فقط این اینجوری تعریف شده انرژی دنسیتی کریتیکال تقسیم بر سی به توان دو
این عدد هم میشه تقریبا مثلا میشه یه چیز توی مایه اسیل داره بزنید که مثلا مثلا 8.7 به اضافه منهای نیم ضرب داره 10 به توان منهای 27 کیلوگرم بر متر مکعب. خب میدونین یعنی چی؟ یعنی یک پروتون در 200 لیتر، یعنی یه حجم 200 لیتری برداریم، این میشه یه پروتون. این چگالی معادل اینه که یه پروتون توش باشه. حتما به خودتون میگه این حجم خیلی حجم کمیه، چون مثلا همینجا توی این هوا یه عالم اکسیژن و نیتروژن عدد اصول هست. یه سری عدد هست، مثلا خود 200 لیتر آب 10 به توان 29 تا پروتون داره. خود 200 لیتر آب اگه برداریم 10 به توان 29 تا پروتون داره، این یه پروتونه. خب این چگالی های زمینی مثل آب اینا. اگه تو محیط بین ستاره‌ای بریم، خب که مثلا داغن و بین ستاره‌ای تو کهکشان خود و بین ستاره بریم که خالی به نظر میرسن، چند پروتون در لیتر، این یه پروتون تو 200 لیتره، چند پروتون در لیتر چگالی؟ خب در محیط بین ستاره. خب چجوری ما پس این عدد رو در آوردن برای کیهان؟ اگه H0 رو در آوردن پس اصلا این اوضاع خرابه، چون اینا که دست من نیست، اینا H2G و C2 اینا دست من نیست. خب اولا چی خرابه؟ در آوردی یه عدد کریتیکال در آوردی، این که این نیست، این یه کریتیکاله، یه کریتیکاله، همین وقتی فلت فرض کردی پس چون این فلت نبوده. خیلی حرف خوبیه، اما اجازه بدید من یه توضیح بیشتری بدم. داستان اینجوری نیست واقعا، چون داستان اینه که واقعیتشو بخوان ما محیط‌های بین کهکشانی یه موجودات وجود داره مثل توهیجا، توهیجا بهش میگن وید، وید در محیط‌های بین کهکشانی، وید جاهای خالی، توهیجا، توهیجا یه توهی خواننده هست، ممنوع توهی خواننده نمیدونم ولی تو ممنوع که چی دمو شرفت اون میشه جای توهیجا بهش میگن وید. خب وویدها واقعا چگاهشون خیلی خیلی کمه، خیلی کم و خیلی بزرگه. تو اگه یادتونه ساختار رو بهتون نشون میدادم، آخرش باز بهتون نشون میدم یه بار دیگه روز یه بار دیگه مرور کنیم چیکار داریم میکنیم. مثلا توی ساختارا یادتونه یه جای خیلی جا خالی بودن، خیلی خالی بودن، درسته؟ به همین در مورد اونا داریم حرف میزنیم. اونا خیلی هم بزرگن، اتفاقا خیلی سایزشون بزرگه نسبت به ساختارهایی که تشکیل شدن و چگالی رفته بالا، خیلی اونا کوچیکن. اگه جمع همه اینا رو بزنید در اسکیل های 100 مگاپارسکی، یه عالمش بویده و یه عالمه از حجم جرمی توش نیست. در همین جرم چگالی میانگینه که حساب کنید، واقعا نزدیک واقعیت شما این چگالی بسیار نزدیک به کریتیکال دنسیتی، حالا کریتیکال انرژی دنسیتی، و واقعا دنیای خیلی نزدیک به اینکه این صفر باشه. مردم اینو حساب میکنن. خب فقط من فقط میگفتم کلا تو ذهنتون باشه، یعنی چگالی عالم به چگالی بحرانیش خیلی نزدیکه و واقعاش میخوان اینو با زمین و بین ستاره‌های تو کهکشان خودمون نمیشه فهمید، چون واقعا این عدد خیلی فاصله داره، یه پروتون توی 200 لیتر، ولی واقعاش این به خاطر وویداست. وویدا خیلی بزرگه و خیلی هیچی توشون نیست، خالیه. برای وقتی میانگین میگیرین عدد تقریبا چگالی انرژی عالم تقریبا به انرژی دنسیتی کریتیکالش نزدیکه. در این ما فکر می‌کنیم اونها فلت. خب ولی واقعیش ما با یه موجود دیگه میخوام معرفی کنم بهتون که در کیانشناسی خیلی استفاده میشه. اونم اینه که میایم اینو بیبرد میکنیم. اینا رو نمیخوام. آخه این یکی شاید میخواستم. ولی ما میایم این چگالی و عالم رو، این اپسیلون تی و ای خوشگل رو بیبرد میکنیم، تعریف میکنیم پارامتر اومگای تی رو، بهش میگن پارامتر چگالی، میشه دنسیتی پارامتر، دایمنشنلس به این معنی که تعریف میکنیم ای خوشگلش تقسیم بر ای خوشگل کریتیکالش با هم زمان. اگر دنیا فلت باشد که این صفر، این صفر باشه، این وجود نداشته باشه، ای خوشگل با ای خوشگل کریتیکالش یکیه، یعنی تو دنیا فلت اومگا یکه. خب این تو ذهنتون باشه. حالا واقعیتش رو بخواید در حال حاضر، یعنی این اومگا رو در حال حاضر اگه حساب کنید در تی مساوی با تی صفر، این اومگای صفر، این در میاد که اومگای صفر، البته راستش بخواید من خواستم پلانکو شیر کنم، بعدا عدد دقیق‌ترش هم میتونم گزارش کنم.
این ای بابا بین 0.995 و 1.005 یعنی با 5000 دقت این واقعا نزدیک به یکه. اگه یک باشه گفتم بهتون یک باشه یعنی این ای خوشگل، چون اینه دیگه، این دقیقاً با ای خوشگل با ای کریتیکال خوشگل مساویه. اگه این دو تا با هم مساوی باشن معنیش اینه که این 90 میشه، این که این صفر، یعنی با این دقت دنیاتون فلت. خب یه بار این مدل فریدمن رو بنویسید، کار سختی نیست، به خاطر اینکه من برای این مدل فریدمن هستم. این مگه نمیشه 8 پی جی به 3 سی و ای خود ای کریتیکال؟ نه این میشه همین دیگه، این تعریفش میگیم شد 8 پی جی به 3 سی و ای کریتیکال تی. نه خب من از اینجا میتونم این مدل فریدمن رو از این اومگا بنویسم، درست میگم؟ میشه طرفین رو تقسیم میکنم به یه دونه ای کریتیکال، به یه 8 پی جی به 3 سی 2 ای کریتیکال. میشه چی؟ میشه این میشه 1 تقسیم میکنم به خود این میشه 1 منهای 8 پی جی 3 سی 2 که میره میشه ای خوشگل تی تقسیم بر ای کریتیکال تی میشه اومگا، چون این تعریف کردم اینجا براتون الان، مساویه با اینو بردم اون ورتا تساوی منهای کاپا سی دو آر صرف دو ای دو تقسیم برای هشت پی جی سه سی دو بکنی سه سی دوش میره میشه منهای منها که داره کاپا سی دو تقسیم برای اون کاپا رو میبینی برسن که شما بعدا مشکل پیدا نکنید تو خوندنش، آر صرف دو ای تی به توان دو در اچ تی به توان یه ذره این بطر بینیستم که شما باز میرون گوشه میشه آر صرف دو که از اینجا آمده تقسیم کردم، یه تقسیم بر همه این کردم، برای این همون H2 در حقیقت، یه دونه A2T دادید یه دونه H2T. این نوشتن همون معادله فریدمن رو یه بار دیگه نوشتم، یه بار دیگه نوشتم، فقط با این density parameter با این اومگا که این شکلی تعریف شده، همون معادله فریدمن نوشتم. H کجا رفته؟ H رفته اینجا، نگرانش نباشید، این یه همون معادله فریدمن. خب حالا نگاه کنید، میخوام یک درمانی چیزی هم بزن. کاپا یه علامتی داره، سی دو مصبته، آر صرف دو مصبته، ای اسکوئر تو همه زمان ها مصبته، ایچ تی به توان دو تو همه زمان ها مصبته، یعنی میخواد این به توان دو برسه. پس اینجا همه چی مصبته. اگه کاپا رو بذارید مصبت یک در یه لحظه، یه لحظه کاپا باشه مصبت یک، خب این بعد یا منفی یک فرقی نمیکنه، یا صفر. سمت راست علامتش عوض میشه، چون کاپا یا مثبت یا منفی یا صفر داریم، کاپا رو که نمیتونه عوض کنه، یا عدد یا اینجوری، نه اینجوری نیست که یک بشه منهای. پس سمت راست این تساوی خب علامتش همیشه ثابت میمونه، همیشه ثابت میمونه. خب حالا ببین چه معنی میده. پس اگه این سمت علامتش هیچ موقع عوض نشه، یعنی سمت چپم علامتش عوض نمیشه، یعنی اگر اومگا کوچیکتر از یک بوده، اگر اومگا یه لحظه تو زمان هر موقع که دوست داریم توی تایم این اومگا کوچیکتر از یک باشه، همیشه کوچیکتر از یک میمونه، چون باید توی رابطه صفر کنه. نه این بر که همیشه عددش ثابت مونده، اگه این کوچیکتر از یکه خب این بر همیشه کوچیکتر از یک باشه، چون این بر یعنی مثبت، یعنی مثبت شده، این که همیشه مثبت میمونه، پس این نمیتونه بزرگ بشه چون بعدا منفی میکنه یه بار بازی بود. نمیتونه علامتش عوض کنه این برای. پس علامت این نمیتونه عوض بشه. برای اگه اومگا کوچیک‌تر از یک همیشه کوچیک‌تر از یک میمونه. و اگه بزرگتر از یک باشه همیشه بزرگتر از یک میمونه. و اگه صفر باشه همیشه اگه یک باشه همیشه از یک میمونه. چون اگه یک باشه یعنی صفر بوده دیگه، نه؟ توی یه لحظه از زمان فرض کنید این بوده یک. خب توی یه لحظه از زمان. بیایید سمت راست. یعنی صفر بوده. اینجا کی باید صفر نشه؟ این سمت راست رو صفر کنه. سی که نمیتونه، این که نمیتونه، این که نمیتونه، این که نمیتونه. کاپا بوده صفر. اگه کاپا صفر باشه یعنی دنیاتون فلت بوده اسپشیالی. این اسپشیالی فلت بودن عوض نخواهد شد با تعب و با انبساط و انقباض. پس این حتما همیشه صفر میمونه. پس اگه اومگا تی تون یه روزی یک بوده همیشه باید یک باشه. اگه اجازه بدین یه ذره اینو ماساژ بدم برای تی مساوی با الان همین رو بنویسم، برای تی مساوی با تی صفر، چون ما دوست داریم همه چی رو بریم الان که با مشاهداتمون چک کنیم. میشه کاپا یه ذره ماساژش بدین
کاپا آر صفر به توان دو میشه اچ صفر به توان دو تقسیم بره سی دو در امگای الان منهای یک. یه امگای قشنگ براتون نمیزم که آها این امگای قشنگه. امگای الان منهای یک این همین رابطه است، فقط در لحظه الان حساب شده. ای گذاشتم یک، اچ گذاشتم اچ صفر، یه ذره ماساژ دادم یه امگای گذاشتم امگا صفر، اینجوری شد. خب اگر شما به من امگا صفر رو بدین، اگر امگا صفر رو به من بدین الان، الان رو بدین یعنی امگای الان رو بدین، یا کوچیکتر یا بزرگتر یا یکی دیگه، نه من میتونم شما کاپا رو بدم، علامت کاپا مشخص میشه چون بالاخره اینجوری مثبت میمونه، چون اینکه مثبت اینو به من بدید الان، من این پرانتز علامتش مشخص میشه، علامت کاپا رو معلوم میکنم. پس اینکه دنیاتون پوزیتیو کرده نگاتیو کرده یا فلته با این به من داده میشه، با همین اندازه این فقط کافیه به من بدید تا من به شما بگم دنیاتون فلته یا فلت نیست یا پوزیتیو کرده یا نگاتیو کرده. اوکی. و اگه شما به من سی به اچ صفر رو بدید، سی به اچ صفر یادتونه بود طول هابل، طول هابل الان طول هابل یعنی اچ صفر رو در حقیقت اگه اندازه بگیریم، خب من تمام سمت راست رو دارم، میگه اومگا صفر رو دادی، اینو به من دادی، من آر صفر رو به دست میارم، شاه انحنای عالم رو مرد شما به دست میارم. پس اگه اومگا صفر رو به من بدید فقط من به شما میگم دنیاتون فلت پوزیتیو کرده یا نگاتیو کرده. اگه اچ صفر هم بدید یعنی سی اچ صفر رو بدید، مثلا دیستنس هابلی رو به من بدید، من بهتون آر صفر میدم، شعاعش هابل شعاع کرویچر هم بهتون میدم. خیلی خوب بود نه؟ مدل فریدمن رو یاد گرفتیم؟ آه این مدل فریدمن رو خوش بوده A very important equation و فلان و نه خب باشه این واقعی شما برای کیانشناسی شما حفظ باید باشین تقریبا هر روز استفاده میشه با تقریبا خیلی خوب برای این معادله رو تو ذهنتون باش. همه چی تمومه؟ اینا دو تا فانکشن هم شما من یه معادله دادی، من باید یه فانکشن دیگه پیدا کنم، یک معادله دیگه پیدا کنم. معادله دیگه کجاست فکر میکنم؟ فکر میکنم معادله دیگه کجاست؟ موافقی جلسه باید هم باشه حرف بزنیم؟ یه ذریعش فکر کنیم معادله دیگه کجاست؟ نمیخوام بگم معادله دیگه رو بگیم چیه، ولی بگید از کجا امکان داره معادله بعدی ظاهر بشه؟ کی به من معادله بعدی رو به من میده؟ بکنی یه معادله رو کامل کنم بتونم برای دوتا نامعلومم دوتا معادله داشته باشم بجای یه معادله. اگه اجازه بدین من اینجا وای میستم و خیلی مراقب خودتون باشین و داریم به قسمت هیجان‌انگیز رابطه داریم الان، میخوایم اون مسائلی که داشتیم رو بچسبونیم، مشاهدات تئوری بهشون فکر کنیم و یواش یواش کارهای تکنیکی تر هم انجام بدیم تا حالا خیلی چیزای خوب و جالبی تو کیانشناسی وجود داشته فکر کنم که شما یاد گرفتین، بازم چیزای هیجان‌انگیز وجود داره. این فصل به فصل بعدی یه ذره روابط رو هم داریم وارد بازی میکنیم و ممنونم. فقط یادتون باشه ما نسبیت عام نگفتیم ولی اینو از نسبیت عام قرض گرفتیم، یادتون باشه مال فیلمن از نسبیت عام قرض گرفتیم. ممنون، مراقب خودتون باشید.